اگرچه تاریخ نگاری ایران از حدود 2500 سال قبل و عصر هخامنشیان آغاز می شود، اما آثار کشف شده در شهر سوخته، تمدن آراتا و تپه سیلک کاشان مربوط به بیش از 8000 سال قبل است. با نگاهی دقیق به واقعیت‌های موجود و رازهای پنهان و کمتر شناخته شده تاریخی میتوان حد زد که قدمت واقعی تمدن در سرزمین ایران بسیار بیشتر از این حرف هاست. در جای جای سرزمین پهناور ایران نشانه‌هایی از تمدن‌های شکوهمند باستانی با قدمتی باور نکردنی به چشم می‌خورد. تمدن‌هایی که هر کدام ناگفته‌های بیشماری از اعماق تاریخ را در دل خاک‌های این سرزمین بر جای گذاشته که کشف راز و رمزهای هر کدام از آنها نیازمند دهه‌ها تلاش و تحقیقات بی‌وقفه باستان‌شناسی و تاریخی است. تمدن ری باستان با قدمتی بیش از 8000 سال یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخ است. در این ویدیو ما به ناگفته هایی از این تمدن پر رمز و راز خواهیم پرداخت. کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران از اوایل قرن 18 میلادی آغاز شد، اما بی‌لیاقتی پادشاهان قاجار و عدم درک صحیح آنها از ارزش واقعی آثار بر جای مانده از نیاکان ما باعث به تاراج رفتن بسیاری از ارزشمندترین آثار باستانی و تاریخی این مرز و بوم گردید. در 11 می سال 1985 میلادی، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز انحصاری کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران را طی فرمانی در برابر دریافت 10000 تومان به فرانسوی‌ها واگذار کرد. آنها حق داشتند هر جایی در سراسر خاک ایران را کاوش و حفاری کرده و آثار تاریخی این سرزمین سرشار از تمدن را بی‌محابا به تاراج ببرند. بسیاری از کتیبه ها و اشیاء باستانی سرزمین ما که حاوی ناگفته ها و رموزی از تمدن های ناشناخته ما قبل تاریخ بودند، در طول این قرارداد ننگین از کشور خارج شدند و این امر باعث ایجاد خلأ و ضربه های جبران ناپذیر بر پیکره تحقیقات باستانشناسی مربوط به ایران باستان در سالهای پس از آن شد. اما عظمت و گستردگی تمدن‌های ماقبل تاریخ در ایران به اندازه‌ای بود که با گذشت هزاران سال هنوز هم هر چند وقت یک بار در گوشه و کنار آن آثاری از این تمدن‌ها کشف شده و جهان باستان‌شناسی را غافلگیر می‌کند. طبق متون معتبر تاریخی، شهر باستانی ری 13 شهری است که در جهان ساخته شده است. تاریخ دانان زمان شکلگیری تمدن در شهر ری را به اوایل مهاجرت آریایی ها نسبت می دهند. ری در لغت به معنای شهر سلطنتی است و در دوره پایتخت ایران باستان بوده است. اولین بار در حدود 6000 سال پیش از میلاد، اقوام آریایی بر روی تپه‌ای در کنار یک چشمه بزرگ که از دل صخره‌ها جاری می شد و همکنون به چشم علی مشهور است، ساکن شدند. در تحقیقات باستانشناسی صورت گرفته بر روی این تپه آثاری مربوط به 8500 سال قبل به دست آمده است. شهر ری در دوره‌های مختلف تاریخی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و همواره جزو مهمترین شهرهای ایران باستان به شمار می‌رفت. این شهر در طول تاریخ به نام‌های مختلفی خوانده می‌شده: راکس، راگا، رقه، ارشکیه، راگو، راگیا، راگیانا، رام، ریشه، شیخ البلاد و محمدیه از نام‌هایی بودند که ری در هر دوره به مناسبتی با یکی از آنها خوانده می‌شده. رابرت گرپورتر، جهانگرد و نویسنده انگلیسی، به پیروی از مؤلف کتاب آثار البلاد نقل کرده که ایرانیان بنای این شهر را به هوشنگ پسر بزرگ کیومرث، پادشاه افسانه‌ای ایران نسبت می‌دهند. اگرچه در مورد بنای اولیه تمدن ری باستان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، اما بی تردید این شهر یکی از مهمترین و نخستین شهرهای جهان بوده است. شهر ری در دوران پیش از اسلام مرکز بزرگ دینی زرتشتیان بوده و به وسیله موبدان نوعی حکومت دینی نظیر واتیکان در آن وجود داشت. ایرانیان باستان این منطقه را محل تولد مادر زرتشت می دانستند.
ری در دوران مادها و هخامنشیان و حتی قبل از آن نیز شهری مقدس به شمار می آمد. قرار گرفتن ری در مسیر جاده ابریشم علاوه بر جنبه مذهبی اهمیت بازرگانی نیز به آن بخشیده بود. لذا مردم ری عموماً بازرگان و تاجر پیشه بودند. آتشکده ری از بزرگترین آتشکده های عصر ساسانی بود که بقایای آن هنوز هم وجود دارد. علاوه بر آن برج و باروی عظیم در نزدیکی چشم علی که در زمان باستان به چشمه سورین یا سورنا مشهور بوده نشان از اهمیت این منطقه در دوران پادشاهی ساسانی دارد. نقش برجسته یکی از شاهان ساسانی که احتمالاً اردشیر اول یا شاهپور نخست بوده و سوار بر اسب و نیزه‌ای در دست داشته تا سال 1248 و در زمان فتحعلی شاه قاجار در کوهی نزدیک به شهر ری قرار داشته، اما به دستور فتحعلی شاه از بین رفته و نقش خود را به جای آن حجاری نموده است. این شهر همچنین محل تدفین بسیاری از پادشاهان، نام‌آوران و بزرگان دینی در طول تاریخ بوده و در تمام دوره‌های تاریخی به عنوان یک مرکز مهم و مکانی مقدس مورد توجه بوده است. در کاوش‌های باستانشناسی سال 1313 تا 1315 خورشیدی به رهبری باستانشناسی به نام اریک اشمید در محل یک تپه باستانی در نزدیکی چشم علی هزاران قطعه آثار باستانی مربوط به حداقل 4000 سال پیش از میلاد به دست آمد. اکثر این آثار به موزه های آمریکا و بریتانیا منتقل شدند. با درگذشت اریک اشمید از آنجایی که رمزهای شماره گذاری شده اشیاء یافت شده را تنها خود او می دانست، کاوش های باستانشناسی در این منطقه نیمه کار ماند و او هزاران راز ناگفته درباره منشأ تمدن ری باستان را با خود به دل خاک بازگرداند. اما این منطقه باستانی کهن و شگفت‌انگیز و سرشار از آثار تاریخی و طبیعی هم اکنون مقصد بسیاری از علاقمندان به تاریخ و تمدن ایران باستان است. تپه میل یا آتشکده بهرام، دژ رشکان، باروی ری، استودان گبرها، کاروانسرای شاه عباسی، برج طغرل، تپه نقارخانه، زندان هارون و بسیاری از آثار تاریخی دیگر تنها گوشه ای از میراث بر جای مانده از تاریخ در شهر باستانی ری است. اگر در مورد تمدن باستانی شهر ری اطلاعات بیشتری دارید، در بخش نظرات این ویدیو با ما و سایر مخاطبین کانال به اشتراک بگذارید. همچنین از طریق کلیک بر روی لینک بالای صفحه می توانید داستان کشف تمدن 7000 سالی آراتا در ایران را مشاهده فرمایید. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای این ویدیو ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم.